با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، سوری هستم. صبح بعد از اون شب فوق العاده خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. دوستان عزیز، در برنامه امروز جواب سوال تمام دوستانی رو میدم که برای من پیام گذاشتین و اینکه از همتون درخواست میکنم که اگر امکان داره یک مقدار برنامه ها رو با دقت تر گوش بکنین و اگر امکان داره برنامه رو ضبط بکنین که هر موقعی که براتون امکان پذیر هستش برنامه رو نگاه بکنین. خیلی متشکر از توجه همه شما. خب بریم سر خانومی که برای من 3 تا سوال گذاشته بودی. یکی این که گفته بودین که رحمتون 3 تا غده در آورده و این که میخواین رژیم غذایی من رو انجام بدی، باور داری که با این رژیم غذایی این غده های کوچیک در رحم از بین میره؟ به خاطر اینکه قبلا روی رژیم غذایی من بودی و دیدی که پوستت خیلی بهتر شده و شادابتر شده و روشنتر شده و تمام این داستانا. بنابراین در اول که باید بگم عزیز، هر چیزی که باور من هستش، چون همونطوری که میدونیم یکی این که هر چیزی که من فکر میکنم، ذهن من انقدر با قدرت هستش که اون چیزی که من فکر میکنم روی احساسات من اثر میذاره و اون چیزی که من احساس میکنم روی بدن فیزیکی من اثر میذاره. اوکی؟ پس بنابراین اگر که من به یک چیزی باور و یقین دارم، مطمئنن اون چیز رو چه در بدن فیزیکی، چه در بدن احساسی، چه اگر چیزی قراره توی زندگی من مثل معجزه منیفست بشه یا خودش رو نشون بده، اون قضیه به وجود میاد. ولی میخوام که یه مقدار قضیه رو کلیتر و بازتر بکنیم، به خاطر اینکه امکان داره که خیلی از افراد الان میگن که چطور ممکنه که یک رژیم غذایی، این نمیدونم چیز علمی نداره، چطور ممکنه که رژیم غذایی بتونه روی غدد رحم من کار بکنه. و میخوام که کاملا قضیه رو براتون باز بکنم که ببینیم داستان چی هستش. اوکی؟ یکی این که باید به خاطر داشته باشیم که زمانی که شما فرزن هر چیزی استفاده میکنین، مثل آنتیبیوتیک، مثل پنسیلین، مثل هر نوع داروی، مدیکیشنی، نمیدونم حتی یک آسپرین یا یک تاینال استفاده میکنین، اتفاقی که میفته این هستش که در بدن ما که باکتری های دوستانه، بهشون میگیم فرندلی باکتریا، مثل اسیدافلس و بیفیدوس وجود دارن. هر زمانی که من دارو، نمیدونم کورتون، آنتی بیوتیک استفاده میکنم، تمام این باکتری های خوب از بین میرن و زمانی که بهشون میگیم این باکتری های دوستانه، اسیدافلس و بیفیدوس از بین میرن، حالا جایگزین اون در واقع باکتری های بد 2 برابر و 3 برابر مولتیپلای میکنن، هی زیادتر و زیادتر میشن. اوکی؟ و بعد اینکه همین میشه زمینه خیلی از مشکلات و بیماری من، مثل مشکلات رحم، عفونت رحم، چرک کردن و تمام این داستانا. به خاطر اینکه باید به خاطر داشته باشین همینطور در اثر از بین رفتن اینها 2 مرتبه کندیدا که یک ایست هستش و در شکم ما رشد میکنه، کندیدا میتونه رشدش زیاد بشه، هی زیادتر و مالتیپلای بکنه، میتونه به رحم راه پیدا بکنه، میتونه به قلب بزنه، میتونه به کلیه و به جگر و به کبد بزنه. اوکی؟ پس بنابراین اتفاقی که میفته در اینجا باید به خاطر داشته باشین که کندیداها چی میکنن؟ غذای مورد علاقه شون گلوکوز هستش. اوکی؟ گلوکوز چه هر زمانی که من کاربوهیدرات استفاده میکنم، چه کاربوهیدرات نشاسته‌ای باشه، چه غیر نشاسته‌ای باشه، وقتی که شکسته میشه به فرم گلوکوز در میاد. پس کندیداها غذای مورد علاقه شون گلوکوز هست، یا قند یا شکری که در خون وجود داره. پس بنابراین در زمانی که من باکتری های خوب رو از دست میدم و این باکتری های بد زیاد میشن، اینا شروع میکنن تمام قند خون من رو استفاده میکنن. برای مثال زمانی که شما شب خوابیدین، در دوران شب که شما در خواب هستین، این کندیداها تمام گلوکوز یا قند خون شما رو استفاده میکنن، شما قند خونتون پایین میفته. دلیل این که برای یک سری از افراد 2 یا 3 بار
در طول شب بیدار میشن که احساس میکنن یا باید توالت برن یا اینکه احساس گرسنگی میکنن و فکر میکنن که یه چیزی باید بخورن، اون به خاطر این هستش که این کندیداها تمام قند موجود خون شما رو استفاده کردن. بنابراین شما بیخوابی میگیرین، ادرارتون فکر میکنین بیشتر شده، باید بیدار بشین برین توالت یا تمام این داستانهای دیگه. اوکی؟ پس در این ها زمانی که این کندیداها میان تمام گلوکوز یا قند خون شما رو استفاده میکنن، حالا ادرناگلند بیشتر ترشح میکنه. هر قسمتی از بدن من، چه کبد من باشه، چه کلیه من باشه، چه نمیدونم شکر زیادی باشه، اینسولین زیاد ترشح بشه، هر قسمتی یا بخشی از بدن من که زیادی بهش کار داده میشه یا ازش کار کشیده میشه فرسوده میشه. بنابراین بیحس میشه در مقابل اون کاری که باید انجام بده. اوکی؟ پس زمانی که بدن زیادی ادرنالین ترشح میکنه، چون ادرنالین من 100% ربط داره به غده تیروئید من، حالا چه اتفاقی میفته؟ غده تیروئید منم در اثر اون کار خودش رو درست انجام نمیده. پس داشتم توی برنامه دیگه در تایم تیوی داشتم توضیح میدادم در برنامه قبلی که استیمیت کردم 27 میلیون امریکایی مبتلا به بیماری تیروئید کمکار هستن و از این 27 میلیون نصفشون حتی اطلاع هم ندارن که مشکل با ترشح غده تیروئیدشون دارن. اوکی؟ و همونطوری که میدونیم اکثرا معمولا در ریشیوی 7% خانم ها بیشتر از آقایون مشکل دارن با غده تیروئیدیشون. اوکی؟ پس بنابراین تمام سیستم بدنی من به همدیگه ربط داره. کندیدا روی تمام قسمت‌های بدن من اثر می‌ذاره و همونطوری که گفتم اگر رشدش زیاد بشه حتی می‌تونه به کبد بزنه و مشکلات بیشتری برای ما به وجود بیاره. حالا کار دیگه‌ای که این کندیداهای موزی انجام میدن، کندیداها همینطور خیلی علاقه دارن به اینکه استروژن استفاده بکنن. بنابراین برین در مورد کندیدا بخونین، گوگل بکنین، بزنین کندیدا، تمام این توضیحات برای براتون خواهد اومد که بتونین خودتون رو ادوکیت بکنید. پس بنابراین کاری که بدن میکنه حتی با پروژستن و استروژن بدن شما هم بازی میکنه. چون زمانی که شروع میکنه اونها رو میخوره، بیشتر بدن چیکار میکنه؟ شروع میکنه پروژستن یا استروژن. پس هورمون‌های شما هم نظمشون رو از دست میدن. اوکی؟ پس این دلیل اولی هستش که یکی از دلایلی هستش که من اصلا مشکل رحم پیدا میکنم یا توش غده در میاد یا عفونت میگیره یا هر مسئله دیگه. وقتی که شما آب شیر استفاده میکنید، یعنی آبی که فیلتر یا تصفیه نمیشه به خاطر فلورایدی که در آب استفاده میشه، دو مرتبه باکتری های خوب معده از بین میرن و این قضیه باز دو مرتبه تمدید میشه. اوکی؟ پس بنابراین زمانی که من زیر استرس، فشار فکری و روحی هستم، دوباره تمام این قضایا اتفاق میفته. پس اینکه اون زمانی که من بتونم متوجه بشم که تغذیه من، اون چیزی که من میخورم روی فقط روی کاهش وزن من و اضافه وزن من کار نمیکنه، روی به طور کلی روی تمام سیستم بدنی من کار میکنه و کار نکردن یک بخش از بدن سیستم بقیه بخش ها رو به هم میریزه، ما باید این مسئله رو کاملا متوجه بشیم. پس حالا بر میگردم روی صحبت تو که آیا رژیم غذایی من به شما کمک میکنه به این مسئله؟ بله کمک میکنه، ولی در این حال من باید آرامش فکر داشته باشم. چون دوباره تکرار میکنم، تمام مشکلات فکری و روحی و روانی روی بدن احساسی من اثر میذاره و تمام احساساتی که من میکنم روی بدن فیزیکی من خودش رو نشون میده. پس اون یک قسمتی از اون هست، تغذیه دو مرتبه یه بخش دیگه از اون هستش. پس ما باید تا اونجایی که امکان داره سعی کنیم از گیاهان و یواش یواش اون سیستم نمیدونم چیزهای شیمیایی عوض بشن با ساپلمنت های گیاهی یا چیزهای دیگه
که در واقع اربالوجی، ارب ها میتونن همون کارا، یک سری از حتی قرص های شیمیایی از گیاهان، یک مقداری از گیاهان استفاده میشن. اوکی؟ پس بنابراین فرضاً زمانی که شما میرین سی سیکنس، برای کسایی که توی کشتی یا توی قایق حال تهوع بهشون دست میده، اون قرصی که شما میرین از داروخانه تهیه میکنین هیچ چیزی به غیر از قرص زنجبیل نیست. در واقع جینجر یا زنجبیل یکی از چیزهایی هستش که جلوی حال تهوع یا چیز رو میگیره. اوکی؟ پس بنابراین ما میتونیم، ما همیشه در مقابل تمام این چیزها یک جایگزین داریم. اون بر میگرده به اینکه تصمیم شخصی من چیه. و همونطوری که میدونین من 100% معتقد هستم که من مسئولیت بدن خودم رو دارم. هیچ کس دیگه ای نه مسئولیت بدن من رو داره و نه مسئولیت کارهایی رو که من انجام میدم داره. پس اون زمانی که من دست از قربانی شدن خودم برمیدارم و اون مسئولیت رو دست خودم میگیرم که نه دکتر من نه هیچ کس دیگه در مقابل من مسئولیتی ندارم، اولین وظیفه من این هستش که من این بدن رو کاملا بشناسم و بدونم که چی دارم بهش میدم، چجوری دارم باهاش، رابطم باهاش چجوریه، این بدن رو یه چیز جدا و مجزا نمیبینم و بنابراین یکی شدن Body, Mind, Spirit، بدن، ذهن و Spirit، روح، اینا همه با همدیگه مجموعاً یکی هستن. پس اون از اون قضیه این عزیز. ورزش رو مرتبه 100% میدونیم که به همه چی کمک میکنه، چه مشکلات فکری و روحی باشه، چه نمیدونم مشکل آرتروز باشه، مشکل کلسترول بدن بالا باشه، مشکل قندی باشه، پوکی استخوان باشه، هر مشکل یا بیماری که شما داشته باشین ورزش بهش کمک میکنه. جزوه منو دوستان بخونین، جزوه ورزش و تغذیه، و دونه به دونه تمام مریضی ها و بیماری ها نوشته شده و اینکه چطور ورزش به ازما، به مشکلات تنفسی، به هر بیماری میتونه کمک بکنه. پس اون از اون داستانه اون. اوکی؟ خب آیا خرما، کشمش، توت خوش برای بدن رو اسیدی میکنه؟ وقتی که بدن اسیدی میشه چقدر طول میکشه که قلیایی بشه؟ اوکی، ببین عزیز چطور بدن اسیدی میشه. بدن من در استفاده قند، شکر، مواد قندی و مواد شکری اسیدی میشه، همونطور که در مقابل احساسات toxic emotion، احساسات سمی اسیدی میشه. پس هر زمانی که من توت میخورم، خرما میخورم، دوباره اون جزوه رو بخونین، توی قسمت glycemic index من تمام اینا رو نوشتم که وقتی شما یه خرما میخورین یا کشمش میخورین، اون خرما و کشمش قند خون شما رو روی هوا میبره و بعد آنچنان میزنتتون زمین که 20 دقیقه بعد تمام بدن شما میلرزه و دوباره دنبال شیرینی بیشتر، شکر بیشتر و کربوهیدرات بیشتر هستین. اوکی؟ در ضمن شما باید به خاطر داشته باشین که هر زمانی که میوه ها خشک میشن، نه تنها کالری اونها 2 یا 3 برابر میشه، بلکه قند اونها 2 یا 3 برابر میشه. پس پیشنهاد من به شما این هستش که به هیچ عنوان از میوه خشک استفاده نکنین. وقتی میوه ها رو تازه استفاده میکنین، یکی این که آنزیم، ویتامین و مواد معدنیش راحت تر میتونه جذب بدن بشه و دو این که میزان کالری و قندش کمتر میشه. پس در جواب سوال تو، بله عزیز، میوه خشک سریعتر بدن رو اسیدی میکنه تا میوه تازه. حالا وقتی بدن من اسیدی میشه چه مدت طول میکشه تا قلیایی بشه؟ اون بستگی به این داره که من چه کار میکنم که بدنم رو قلیایی بکنم. اوکی؟ پس بنابراین اگر بدن من در اثر استفاده سیگار، مواد مخدر، مشروبات الکلی داره اسیدی میشه، اگر به غیر از استفاده اینها من همونطوری که گفتم احساسات مسموم دارم،
کینه، نفرت، نمیدونم بالا و پایینای زیادی، و در کنار اون احساسات بد، حالا من میزان کاربوهیدراتی هم که دارم استفاده میکنم، حلوا و شل زردم بغلش میخورم، بعد ببینی که چقدر شما با کارهاتون بدن رو اسیدی میکنی. حالا در مقابل اون شما باید دو برابر بیشتر کارهایی رو انجام بدی که بدن رو قلیایی بکنه. اوکی؟ پس زمان، من نمیدونم به شما یا به هیچ کسی زمان بدم که چقدر طول میکشه، ولی برای تست دادن اگر شما برین فرضاً کسانی که در امریکا هستین برین مادرز یا نمیدونم هوفوز اینا تمام ویتامین شاپ ها، بگین میخوام تست بدم برای اسیدی یا الکلاین بودن بدنم، یه دونه استریپ دارن که میذارین روی زبونتون بلافاصله نشون میده. اوکی؟ پس بنابراین چی حالا بدن رو قلیایی میکنه؟ یکی این که من باید اول ورزش روزانه بکنم که اعصابم راحت بشه، درسته؟ بعد مدیتیشن روزانه داشته باشم، بعد درسهای زندگی رو بدونم که در مقابل مسائل زندگی هی بالا و پایین نشم که این بدن هی مرتبا اسیدی بشه، و بعد این که جوانه، سبزیجات سبز، و ما آبی داریم که بدن رو الکولایز میکنه. اوکی، اولا که دستگاهشو حتما توی ماهواره ها میبینین، چون من یکی دو نفر رو دیدم که با من تماس گرفتن قبلا که با من کار بکنن که آگهی بشه برای این دستگاهشو. بنابراین دستگاه هایی هستن که آب رو الکولاین میکنن، و این دستگاه ها از جنس چینیشون که ارزون ترینش هست تا Made in Korea، مال کره، مال خود امریکا، همه جاها میزنن، و معمولا اگر که در امریکا درست شده که مسلماً قیمتش گرونتره. بعد دو مرتبه خود اون دستگاه ها هم درصد دارن که چه درصدی و چه میزانی از آب رو قلیایی میکنن. پس بنابراین هرچی اونا، اگر شما یه گالون رو قلیایی بکنه تا اینکه 50 تا گالون رو قلیایی بکنه، پس مسلماً دستگاهی که بیشتر قلیایی میکنه گرونتر خواهد بود. اونی که چند درصد قلیایی میکنه همون یه گالون رو، دو مرتبه هرچی بیشتر این قابلیت رو داشته باشه که قلیایی بکنه کمک میکنه. ولی اگر که یه سرمایه گذاری بخواین برای خودتون بکنین، این دستگاه تو امریکا میدونم که نوهای امریکاییشون 2000 دلار تا 4000 دلار هستن، بنابراین یه سرمایه گذاری خوب هست، به خاطر اینکه زمانی که تمام مشکلات، مریضی ها، بیماری ها، سرطان، MS، پوکی استخوان، تمام این داستان ها از بدن اسیدی محیط رو آماده میکنه برای درد، ویروس، جرم، برای اینکه تمام ماها ببینیم وقتی که ما میگیم یه کسی سرطان گرفته یعنی چی؟ ویروس های سرطانی در بدن همه افراد هست، منتها یه زمانی هستش که این ویروس ها اکتیف میشن و به خود فعال میشن و به خود بدن صدمه میزنن. پس اون بدن اسیدیه که این محیط زیستی رو آماده میکنه که حالا من سرطانم فعال بشه. اوکی؟ پس بنابراین این دستگاه ها فوق‌العاده خوب هستند، یک سرمایه گذاری، اینشورنس برای سلامتی که بدنتون رو قلیایی میکنه. پس یکی از چیزهایی که وقتی بدن من قلیایی میشه، نتیجتاً من کاهش وزن میگیرم، چون بدن اسیدی دو مرتبه به شما ضعف و گرسنگی میده. بدن اسیدی water retention میاره، بدن رو پف میده. پس تمام این داستان ها از بدن اسیدی میاد. چقدر من کار میکنم که اون بدن رو قلیایی بکنم؟ جوانه، 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 سبزی، سبز، 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 خزه دریایی، اینا تمام بدن رو قلیایی میکنن. در ضمن لطف بکنین و DVD استرس منو گوش بکنین که من کاملا راجبه اسیدی و قلیایی شدن بدن توضیح دادم. خب تخمه جزو کدوم گروهه؟ تخمه، پسته، فندق، بادام جزو پروتئین میشن. پروتئین کامل نیستن، ولی با اینکه دارای کربوهیدرات بالا هستن، ولی توی گروه خانواده پروتئینی میرن.
خانم دیگه گفته بودن که یک سال و نیمه با دیویدی 5 بدنسازی من ورزش میکنین، به هیکل دلخواهتون رسیدین، ولی هنوز هم میخواین باسنتون 1 یا 2 سایز بگیره. خب برای این کار باز دو مرتبه، چون میدونین که توی دیویدی 5 بدنسازی چه برای بالای تنه چه برای پایین تنه من کلی حرکت گذاشتم، هر چقدر که اون حرکت ها کمتر بشن، یعنی برای کسی که میخواد فرزن باسنش رو سایز بده، همون دوتا حرکت اول سکوات و لانج قوی ترین حرکت برای ساخته شدن عضلات باسن و پا هستش، همون دوتا حرکت. و همونطوری که میدونی من لانج رو به 3 طرف گذاشتم، لانج جلو هست، لانج بغل هست و لانج پشت هست، پس همون دوتا حرکت کافیه. هرچی وزنه من سنگین تر باشه، میدونی که من بیشتر سایز میگیرم، هرچی استراحت بین هر ست بیشتر باشه من بیشتر سایز میگیرم، هرچی فاصله بین روزها، پس نرمش اینه که من 2 روز به اون عضله‌ای که استفاده کردم استراحت میدم، اوکی؟ 2 یا 3 روز برای اون قسمت. در ضمن استفاده امینو اسید یا پودر پروتئین، ویتامین، مواد معدنی، میزان کالری که روزانه استفاده میکنی، استراحت کافی، تنظیم بودن قدرت و هورمون‌ها دو مرتبه اثر داره روی اینکه من چقدر سریع به هیکل دلخواهم میرسم. برای دوستانی که در امریکا هستین، ما اگر برین روی فیسبوک، من سودی برنت هستم، SUDI BURNETT. سودی برنت، اگر منو ریکوست فرندشیپ بفرستین، دوستی که داره فیسبوک منو هندل میکنه شما رو اد میکنن و بعد موقعی که اد بشین میتونین توی پیج من بیان و تمام برنامه های اندیشه و برنامه های تایم تیوی اونجا گذاشته میشه. من 2 تا برنامه نیم ساعته در تایم تیوی دارم، همینطور برنامه الکمی ایونت که من این برنامه رو هستش کردم و توی پنل بودم که با 12 نفر نشستیم، و همینطور لکچر خودم که در مورد کاهش وزن بود، سابجکت همیشگی ما، 2 مرتبه اونجا الان روی فیسبوک هستش که میتونی خودتون مشاهده بکنیم. خب بریم سر دوستان، کسانی که میخواین دیویدی ها یا سمینار دیویدی ها یا ساپلمنت از من بگیرین، من تقریبا اول جولای که میشه 1 ماه و نیم دیگه از الان در ترکیه سمینار دارم و شما میتونین دیویدی، سی دی، ساپلمنت رو در اونجا تهیه بکنین. بنابراین لطف بکنین به ایمیل آدرس من که sudiyazdi@yahoo.com هستش ایمیل بفرستین و بگین که من میخوام در سمینار شرکت بکنم و بگین که چه دیویدی هایی، چه سی دی هایی و چه ساپلمنت هایی میخوان قبل از این که سمینار شروع بشه، که تمام اونها بعد از امریکا بیاد، بنابراین اینها رو براتون در اونجا داشته باشیم. اوکی، این از این داستان. این خانمی که گفتی با دیویدی های من کار کردی ولی صورت لاغر شده، پودر پروتئین و چیزام استفاده میکنی؟ خب ببین عزیز، 2 مرتبه اینجا من باید بگم که یکی از مسئله های خیلی مهم اون قضیه جنتیکس هستش، که بعضی از ماها صورت های پرتری داریم، بعضی ها صورت هاشون لاغرتر هستش، پس بنابراین کسی که تو شروع زیاد چربی در توی صورتش نیستش، وقتی که چربی بدنش رو میسوزونه قاعدتاً چربی صورت هم سوخته میشه. اوکی؟ پس این از اون داستانه. این کریاتین کمک میکنه، کریاتین در واقع برای انرژی دادن که شما بتونین وزنه سنگین تر بزنین، بتونین ورزشتون رو طولانی تر انجام بدین کمک میکنه، و در این حال کریاتین یه مقداری حالت پف میده، ولی به غیر از اون چیزی که 100% کارکن باشه این هستش که پیش جراح برین و اونا میتونن که چربی رو از یه قسمت دیگه از بدنتون بگیرن و به پوستتون بزنن. اینو باید با پلاستیک سرجنا یا دکترای پوست در میون بذاریم، ولی این چیز همیشه هستش که زمانی که شما میخواین چربی سوزی بکنین، هیچ زمانی نباید به خودتون گرسنگی بدین، یعنی شما هر
3 ساعت و نیم یک بار باید یک وعده غذای حداقل کوچیکم که هست استفاده بکنیم. هر 3 ساعت و نیم یک بار شما باید امینو اسید، ویتامین و مواد معدنی به بدنتون برسه که کم بود نیارین. اوکی؟ ولی راه حل آنچنانی گول تبلیغات هم نخورین و کرما هم صورت شما رو پر نمی‌کنن و نمیدونم کلاژن هم کلاژن سازی میکنه، کمک میکنه که یه مقدار خط نیفته یا خطایی که افتاده اگر خطا ظریف باشن کلاژن، کرم کلاژن میتونه، من خودم دارم، یه مقدار بهتون کمک بکنه. قرص کلاژن داریم، اینا جلوگیری میکنن از پیری شما ولی صورت شما رو بهش چاپرش نمیکنه و چاق نمیکنه. اوکی؟ خانمی گفته بودی که سوال خیلی چیز داشتی، که خیلی مشکل داشتی، رفتی پیش یک دکتر گفتن مشکل تیروید داری، رفتی پیش دکتر دیگه گفتن که نه تیرویدت مشکل نداره، مشکل افسردگی داری، بیحالی، بیهستی، تمام موهات ریخته، یعنی تمام سمتم هایی که من مشکل تیروید دارم رو شما داری بیان میکنی. خب عشق من، زمانی که من مشکل تیروید دارم، تیروید من تنظیم نیست، خودت تنظیم نبودن تیروید برای من افسردگی و انگزایتی میاره، تنظیم نبودن غدد تیروید، ضربان قلب من، تپش قلب به من میده، کم خوابی میده، ریزش مو میده، اضافه وزن یا خیلی کم بوده وزن به من میده و همینطور روی پوست من اثر میذاره، هورمون ها رو دو مرتبه میتونه، همینطوری که میگم این بدنه همه چی با هم دیگه است و همه چی با هم دیگه کار میکنه. اوکی؟ پس بنابراین روی هورمون ها اثر میذاره و تمام این داستان ها. پس همیشه من باید اینو بهتون پیشنهاد بکنم که زمانی که میرین آزمایش میدین برای تیرویدتون، نه فقط یک آزمایشگاه بلکه 2 یا 3 آزمایشگاه دیگه ببرین، چون هیچ زمان نتیجه آزمایش تیروید ترلی خونده نمیشه. بنابراین خیلی از اوقات هستش که میگن شما مشکلی ندارین با تیرویدتون ولی مشکل تیروید داری. پس در هر صورت تمام این سیمتم هایی که گفتی، دست و پا که سرد میشه، خون در بدن به خوبی جریان نمیفته، تمام اینها نشانه های این هستش که تیروید مشکل داره. حالا اگر که نخواین که فرزن قرص شیمیایی استفاده بکنین، میتونین قرص گیاهی استفاده بکنین. اوکی؟ قرص گیاهی هم من دارم برای تیروید، ولی چیزهایی که به تنظیم تیروید هم کمک میکنه، هر چیزی که از دریا گرفته میشه، خزه دریایی، جلبک، کلپ، نمیدونم نمک دریایی، تمام این چیزها به تیروید کمک میکنه. ولی دو مرتبه میخوام بدونین که همه این چیزهایی که من میگم یه چیز کوچولوئه که اون بغل میگیم کمک میکنه. کسی که مشکل تیروید داره باید قرص تیروید استفاده بکنه. قرص تیروید، تنظیم و نظم گرفتن تیروید میتونه برای بعضی ها تا یک عمر باشه، یعنی یا یک عمری شما باید قرص تیروید استفاده بکنین برای نظمش. اما اگر که تصمیم گرفتی که از راه گیاهی یا هولستیک وی این قضیه رو حلش بکنی، دو مرتبه مدیتیشن روزانه، ورزش روزانه، رژیم غذایی من، آلرژی های غذایی، هرچی نوشتم که طبق گروه خونیتون هست باید تمام اون آلرژی های غذایی قطع بشه و از برای مدت ها تا تیروید نظم نگرفته نمیتونی آلرژی های غذاییت رو استفاده بکنی. بعد بنابراین تمام این توضیحات توی اون هست. برای استرس معمولا همونطوری که گفتم زمانی که ادرنالین گلند زیادی کار میکنه، من زیر فشار فکری و روحی زیاد هستم، تیروید نظم خودش رو از دست میده. پس برنامه رو، این برنامه رو ضبط میکنی و بعدش میشینی چندین بار برنامه رو گوش میکنی، نوت برمیداری که تمام این چیزها رو کاملا یادت بمونه که چطور تمام اینا میتونه روی همدیگه اثر بذاره. اوکی؟ پس پیشنهاد مدیتیشن روزانه، ورزش روزانه. در حال حاضر من 16 عدد دیویدی ورزش دارم. با هر کدوم اونایی که داری میتونی ورزش بکنی، باید فعالیت داشته باشی.
DVD مدیتیشن هم هست، مدیتیشن عادی، مدیتیشن برای کاهش وزن، مدیتیشن برای عشق به خود، تمام این داستان ها و حتما جزوه ورزش و تغذیه من رو بخون، برای اینکه یه مقدار زیادی اطلاعات توی اون در مورد ورزش، در مورد تغذیه و در مورد بیماری ها که من چطور باید باشون کار بکنم و چجوری باید باشون کنار بیام. در ضمن دو تا جزوه چاکرا هستش، چاکرا ها هم خوبه که اون جزوه ها رو مطالعه بکنین، برای اینکه مسئله چاکرا، کلمه چاکرا سانسکریتش که در واقع در معنیش چرخ هست و چرخ، چاکراهای ما به این صورت هستش که ما بیش از 100 تا چاکرا داریم ولی 7 تا چاکرای اصلی هستن که برای همه شناخته شده هستن. یکی چاکرای کراون، چاکرایی که روی سر ما هست که میگیم اون قسمت بخشی هستش که از نظر عرفانی من رو به کریئتر یا به خدا نزدیک میکنه. چاکرای بعدی بین دو تا ابرو، بالای دو تا ابرو هست که بهش میگیم چیز برای اینتویشن هستش. چشم سوم بهش میگیم سایکیک ابیلیتیز که بتونیم ببینیم چه اتفاقایی میفته، اون چیزی که ما فکر میکنیم که آینده هستش در اونجا چه اتفاقی میفته چی هستش. چاکرای بعدی چاکرای گلو هستش. گلو قسمت کامیونیکیشن یا اینکه رابطه من، آیا من حرفامو میتونم راحت بزنم، آیا حرفامو قورت میدم، آیا من شنیده میشم، یا اینکه یه حرفی رو که میزنم یه جور دیگه برداشت میشه. و چاکرای گلو زیرش دقیقا قده تیروید هستش که تیروید هم مثل یک پروانه میمونه که دقیقا زیر گلو قرار داره. پس بنابراین اگر که من با تیرویدم مشکل دارم نزدیک میشه به همون قضیه کامیونیکیشنم که من چقدر میتونم با دیگران میتونم صحبت بکنم، چقدر خوب فهمیده میشم، چقدر دیگران من رو میفهمن، چقدر راحت و ایزی هستم، دیگران من رو میپذیرن یا اصلا من رو نمیپذیرن. چاکرای بعدی چاکرای قلبه که اونم دیگه مشخصه، عشق و نمیدونم تمام این داستانها در چاکرای قلب هستش. از بعد زیر سینه هست بهش میگیم سولار پلکسس که چاکرای رنگ زرده که چاکرای خورشیدی گفته میشه. این قسمت تمام چیف لغت فارسی ما پیدا بکنم، جاه طلبی، چیزهایی که من میخوام، مقام، شهرت، چطور خودم رو توی جامعه میبینم، موفقم، ناموفقم، تمام اینها در چاکرای خورشیدی هستش. زیر شکم چاکرای به فارسیشو چی میگیم؟ دو 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 تاجی، خاجی، تاجی، آره تاجی هستش که در اون قسمت احساسات، تمام احساسات من اونجا حل و چیز میشه. اون دریای طوفانی، بالا و پایین شدنام، نمیدونم چطور پدرم رو دیدم، چطور با مادرم کنار اومدم، تمام این داستان ها اونجاست. و بعدش زیر شکم چاکرای روت چاکرا میشه، لالالا ببخشید فارسی من قاطی کردم، روت چاکرا رو یادم الان ذهنم کار نمیکنه که لغت فارسیشو بگم، ولی رنگ قرمز ارغوانی، قرمز تیره هستش که وصل میشه به تا نوک پنجه من و میگیم که در اون قسمت که من تمام چیزای شما خانوم هستین، زن هستین یا مرد هستین، اگر زن یا مرد هم هستین میدونیم که ماها چه زن باشیم چه مرد باشیم انرژی دیگری باز انرژی مرد یا زن در ما هستش. پس اینی که کدوم انرژی بیشتر فعاله، کدوم انرژی بالاتر هستش در این قسمت هستش. این قسمت تعادله، بالانس، که چقدر من بالانس دارم، تعادل دارم، چقدر روی پای خودم ایستادم یا اینکه چقدر لرزش دارم، چقدر زندگیم بالا و پایینه. پس اون تعادله هستش، اون چی دیگه بگم، چیز
چقدر من خودم رو با طبیعت، با مادر نیچر، با زمین، مادر طبیعت، چقدر با اون رابطه دارم. تمام اینا در چاکرای روح چاکرا هستش. پس بنابراین حالا برای خانم ها، برای از چاکرای روح چاکرا، برای آقایون اول به طرف عقربه ساعت میگرده، برای خانم ها برعکس میگرده. یعنی اینکه آقایون بیشتر دامینیت هستن، تو این قسمت بیشتر فعال هستن. وقتی که میایم به چاکرای بعدی که میشه چاکرای زیر شکم، حالا مال خانم ها به طرف عقربه ساعت میگرده، مال آقایون برعکس میگرده. برای همینه که خانم ها احساساتی ترن و خانم ها بیشتر میتونن احساساتشون رو بیان کنن. پس هر چاکرایی که ما یکی یکی میریم بالا، مال مذکر به طرف عقربه میگرده، مال مؤنث، و اینا جاشون رو با همدیگه عوض میکنن. فرضاً وقتی که میام توی چاکرای بعدی که زیر سینه هستش، که گفتیم قدرت طلبی، جاه طلبی اینا هستش، دو مرتبه مال آقایون چون دامینیت تره به طرف عقربه ساعت میگرده، مال خانم ها به طرف برعکس میگرده. دوباره میریم تو قلب، خانم ها دوباره به طرف عقربه میرن، آقایون به طرف برعکس میرن. پس بنابراین چرا چاکرا اهمیت داره؟ به خاطر اینکه در واقع اگر که تمام این چاکراها ما هنوز قفلی درش نکرده باشیم، اینا میتونن به خوبی گردش خودشون رو داشته باشن. ولی اون زمانی که اون قفله رو ما درش به وجود میاریم، این چاکراها به جای اینکه بتونن به راحتی چرخش خودشون رو داشته باشن، میشه کیک 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 کیک، پس اون گردشه خراب میشه. پس هر مشکلی که در من وجود داره، باید برگردم ببینم که در کدوم چاکراست و اون چاکرا رو اکتیو یا فعالش بکنم، که به طور دیگه بگم که بتونم اون قفل رو در بیارم که این گردشش بتونه دو مرتبه به خوبی انجام بشه. اوکی؟ پس دو تا جزوه چاکرا هست که تمام این داستانا توش هست. It's amazing. من پیشنهاد میکنم که حتما اینا رو بخونین، چون زمانی که اینو میخونین به یک آگاهی میرسین که پس من اون موقعی که توی شکم مادرم بودم، کی بود چند روز پیش اومده بود پیش من برای لایف کوچینگ، و چیزی که براش کردم وقتی که داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم که رابطت با مادرت چطوره؟ گفتش که من هیچ مشکلی با مادرم نداشتم، همیشه رابطمون خیلی عالی و فوق‌العاده عالی بوده. و یه دفعه به من رسید، گفتم که اون زمانی که تو در شکم مادرت بودی، آیا هیچ صحبتی راجع به این نبود که فرزند مادرت تو رو نمیخواسته؟ گفت چرا؟ این داستانه بود. بعدن مامانم به من گفتش که من دیگه بچه نمیخواستم و دیگه اینو نمیخواستم و این داستانا. پس بنابراین خیلی از چیزهایی که در ضمیر ناخودآگاه ثبت شده، همونطور که بهتون گفتم تمام احساسات از اون زمانی که بچه در شکم مادرش، از اون زمانی که نطفه درست میشه، از اون لحظه تمام احساسات، تمام انرژی ها، همه چیز به خودش جذب میکنه. اوکی؟ پس بنابراین وقتی که جزوه های چاکرا رو میخونین، متوجه میشین که اوکی، اگه یه چیزی امروز در چیز نیست، این هفته دو مرتبه یکی اومد پیش من که چیز بگیره، اومدن منو ببینن برای لایف کوچینگ، و تا رسیدن گفتن که سودی چشمم چیز گرفته، عفونت گرفته، یه چشمم خیلی قرمز شده بود. گفتم خب چه چیزی هستش که تو دوست نداری، دوروبرت داره میگذره که دوست نداری ببینی؟ و شروع کرد خندیدن. گفت نه، چیز شده بود، خانومم اینو گرفته بود، من از خانومم گرفتم، لابد دستم کثیف بوده، نمیدونم به یه چیزی دست زدم. گفتم آره، ولی معمولا زمانی که من مشکلات چشمی پیدا میکنم، یعنی اینکه یه چیزایی داره میگذره که دوست ندارم ببینم. زمانی که گوشم درد میگیره، یه چیزایی داره گفته میشه که دوست ندارم بشنوم. پس تمام این توضیحات اون تو هستش که میتونین یه مقدار اونجا بیشتر چیز بگیرید. خب بریم سر آره، وقت شما خانمی که کجا بودی؟ شما خانمی که گفته بودی که کمکاری تیروئید داری، گفتی که بدنت خیلی ضعیف شده و تمام این داستانا، برابری این کاری که میکنی عزیز، دیویدی 5 بدنسازی رو بگیر و 8 حتما 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 باید رژیم رو بگیری.
امینو اسید، مولتی ویتامین، مینرال روزانه، کلسیم، منیزیم، ویتامین دی، اینا چیزای بیسیک هستش که اولیه که دیگه باید استفاده بکنیم. خب دوستان عزیز، در اینجا دو مرتبه میخوام اعلام بکنم، به خاطر اینکه من آگهی نمی کنم، تبلیغ نمی کنم. برای کسانی که میخوان به سمینارم بیاین به ترکیه، فکر میکنم که اول جولای خواهد بود. بنابراین به sudiyazd@yahoo.com میتونین ایمیل بزنین و اینکه هر دیویدی یا ساپلمنتی که از هر کجا که هستین میتونین یک ایمیل بزنین و بگین که اینها رو میخوان که ما بتونیم براتون بیاریم. قبل از اینکه میام، دوستان امریکام که میخوان با من تشریف بیارین، الان فکر میکنم که یه دو سه نفری هستن از امریکا که میخوان همراه من برای این سه روز سمینار بیام، پس بنابراین یه خورده زودتر عجله بکنین که بتونیم تیکتمون رو با هم دیگه بگیریم. دوستانی هم که میخوان از اروپا تشریف بیارین که دیگه با هم دیگه قرار بذاریم. در حال حاضر من فکر میکنم که میخوام یک سمینار در آلمان بذارم. کدام نکنین، هنوز زمان یا چیزش مشخص نیستش، ولی احتیاج داریم با یک کس که بتونه کارها رو در آلمان برای انجام شدن این سمینار بذاره. و بعد اینکه میتونین بگین که کدوم شهر، چون من آشنایی ندارم کاملا که کدوم شهر در آلمان بیشتر سر راه همه هستش که بتونن همه از اونجا تشریف بیارن. پس اگر کسی در آلمان هستش که میتونه به من کمک بکنه برای سمینار بعدی در آلمان، لطف بکنین به sudiyazd@yahoo.com یک ایمیل بزنیم. در ضمن لباس هایی که من میپوشم مال بوتیک خانم مریم هستش. اگر علاقه من هستین که به بوتیک ایشون تشریف ببرین که در وینتورا بولوارد هستش، شماره خانم مریم هست 310-866-86-30، یا اینکه اگر به sudiyazd@yahoo.com ایمیل بزنین میتونین اطلاعات ایشون رو یا شماره تماسشون رو بگیرین که بتونین برین در انسینو، در انسینو هستش. و بعد اینکه دوستان عزیز، ازتون خواهش میکنم که زمانی که لطف میکنین برای ما نامه میفرستین یا چیزی، اطلاعات باید توش گذاشته بشه. چیزی داشتیم که دوست عزیزی که کارت تشکر فرستاده بودیم ولی اصلاً هیچ اطلاعاتی نداده بودین که داستان چی هستش. بنابراین خواهش میکنم که هر زمانی که میخواین چیزی برای ما بفرستین، به خاطر داشته باشین که شماره تلفنتون رو، شماره تماس بر که بتونیم باهاتون تماس بگیریم، یا اینکه بتونیم ایمیلتون رو داشته باشیم، ایمیل آدرس که اگر اشکالی هست، مشکلی هست، بتونیم با هم دیگه در تماس باشیم. برای خیلی از دوستان که با من تلفنی صحبت میکنین، اگر لطف بکنین به sudiyazd@yahoo.com ایمیل بزنین، زمان برنامه ها، نمیدونم آدرس ما، تمام این چیزها روی دایرکت ریسپاند که برای شما برمیگرده اونجا هستش. بنابراین لطف بکنین، راحت تر میشه اگر از طریق sudiyazd ایمیل بفرستین تا اینکه برای من پیام بذارین. همینطور در اینجا میخوام بگم که هر سوالی که دارین لطف بکنین روی پیامگیر من بذارین یا به من یک ایمیل بزنین که ایمیل ها خونده میشه و سوال ها نوشته میشه که من بتونم جوابتون رو توی برنامه های بعدی بدم. ولی حتما پیشنهاد اولیم این هستش که برنامه رو ضبط بکنین که هر موقعی که خودتون میتونین یا دوست دارین بتونین برنامه رو دو مرتبه نگاه بکنین. و همونطوری که گفتم، برای دوستانی که در امریکا، کانادا، اروپا، نمیدونم کشورهای عربی هستین، استرالیا، نیوزیلند، تمام برنامه ها دیگه الان داره روی فیسبوک من گذاشته میشه که اگر برین بزنین سودی برنت که درخواست دوستی بکنین، شما رو اد میکنن و میتونین به اونجا برین. قبل از این که من یه چک بکنم، من چقدر دیگه وقت دارم؟ اتاق فرمان کسی به من گوش میکنه؟ اوکی، مثل این که نمیدونم. 10 دقیقه وقت دارم، خیلی مشکل. خب تو این 10 دقیقه که وقت دارم دوستان عزیز، میرم سر چند تا سوال های بیسیک که داریم. یکی از اونها قضیه ناحیه‌ای سایز کم کردن هست. در مورد این براتون صحبت کردم توی برنامه تایم تیوی، منتها چون برنامه رو جای دیگه ممکنه نتونن بگیرن، دو مرتبه میخوام اینو توضیح بدم. این قضیه که من یک قسمتی از بدنم رو میخوام کوچیک بکنم، فرضاً
خیلی از خانم‌ها مشکل دارن با پایین ناحیه قسمت پایین، پاهایشون چاقه، رونشون چاقه یا باسنشون چاقه و میخواین سایز کم بکنین، بعد اینو در نظر داشته باشین که اگر که شما بخواین دوچرخه سواری بکنین یا اینکه بخواین یک فرمی از ایروبیکس فرزن تردمیل استرماستر، اینا کمک نمیکنه که شما اون ناحیه رو کوچیک بکنین. یا اینکه خیلی از اوقات شما میخونین که فرزن توی مجلات ورزشی که 100 بار این حرکت کمک میکنه که شما سایز پاتون لاغر بشه، اگر 100 بار پاتون رو بالا پایین بکنید. این جنبه علمی نداره دوستان، به خاطر اینکه هر زمانی که من یک عضله رو زیاد استفاده میکنم اتفاقی که میفته این هستش که اون عضله قوی تر میشه. اوکی؟ پس بنابراین اگر ببینین به طور کلی سیستم بدن خانم ها و آقایون اینجوری هستش که خانم ها معمولا پاهاشون قوی تر از آقایونه، آقایون بالای تنه قوی تر هست تا خانم ها. برای همین هستش که میبینین از نظر ایروبیکلی خیلی اوقات وقتی که من خودم چندین سال کلاس ایروبیک درس میدادم 80% کلاس من خانم بودن، آقایون معمولا ایروبیکلی این کاندیشن رو نداشتن یا به خاطر اینکه خیلی حرکات فشار روی پایین تنه گذاشته میشد آقایون اون چیز رو نداشتن که بتونن کلاس رو تا آخر انجام بدن، ولی خانم ها میتونن. اوکی؟ پس بنابراین جنرالی آقایون بیشتر بالا تنه قوی تر هستن، خانم ها بیشتر پایین تنه. پس زمانی که من یه حرکت رو خیلی زیاد انجام میدم، زمانی که 1000 تا سیتاپ میکنم بالا و پایین میرم، این حرکت کمک میکنه که عضله شکم من ساخته بشه. فقط اگر 1000 تا هم سیتاپ بکنم اون حرکت چربی شکم رو نمیسوزونه، اون چربی شکم باید به فرم ایروبیکلی سوخته بشه. همونطور که اگر 100 بار پاتون رو بالا و پایین بکنین اون عضله ساخته میشه، ولی معنیش این نیستش که چربی از اون قسمت یا سایز پای شما کوچیک میشه. اوکی؟ پس بنابراین این برمیگرده به اون قضیه که جنتیک من چیه. من ارثمو از مادر بزرگم بردم که چشابی شدم و چربیمو توی رونم جمع میکنم، یا از پدر بزرگم بردم که چش قهوه‌ای شدم و چربیمو توی شکم و بالا تنه و پشت سوتی جمع میکنم. پس این اولین قضیه است. دومین قضیه اینه که آلرژی های غذای من، که آیا من گروه خونی A هستم یا O هستم، چون من وقتی افراد میبینم بهش میگم شما بلاد تایپتون O، یا میگن که آره تو از کجا فهمیدی، میگم اون فرمی که هیکل شما چربی جمع میکنه. اوکی؟ پس بنابراین اونی که آلرژی غذای من چی هستش روی فرم هیکل من اثر میذاره که من چربی رو در کدوم ناحیه جمع میکنم. برای همین هستش که وقتی که تمام افرادی که رفتن روی رژیم غذایی من فوق‌العاده راضی بودن و گفتن که مشکل هیکلم برطرف شد، به خاطر اون قضیه هستش که آلرژی غذاییتون وقتی که از بین میره کمک میکنه که هورمون‌های شما، قدرت، تیروئید، لیمفاتیک سیستم، تمام اینا به خوبی کارشون رو انجام بدن. اوکی؟ و همینطور ورزش ها، این دوتا کامبینیشن با هم دیگه اون سیستم ورزشی و این کمک میکنه. پس زمانی که من شروع میکنم یه ورزشی رو انجام میدم، بدن من تصمیم میگیره که از کجا میخواد چربی رو بسوزونه. کما اینکه شما میبینین وقتی که یه عده رو بذارین که شروع کنن ورزش کردن، یه سری فقط تو سرشون عرق میکنن، یه سری فقط تو سینه‌شون عرق میکنن، یه سری از بالا تا پایین پاشون عرق میریزه. اوکی؟ پس این برمیگرده به اینکه سیستم بدن چجوری هسته. چربی سوزی هم همینه، بدن تصمیم میگیره که از کدوم ناحیه میخواد چربی رو بسوزونه و متاسفانه هرچی تجمع سموم در بدن من بیشتر باشه، hear me guys، هرچی تجمع سموم در بدن من بیشتر باشه من بیشتر چربی جمع میکنم و اون قدد چربی انباشته شده کهنه‌تر، سفت‌تر میشن و سخت‌تر من میتونم اون چربی رو از دست بدم. اوکی؟ برای همین هستش که وقتی که من ترینینگ میکنم، یه کسی میاد با من برای از نظر ورزشی ترینینگ بگیره،
اولین کاری که میکنم پیشنهاد میکنم که 2 یا 3 روز در هفته سیستم پاکسازی من رو انجام بدن، چون تجمع سموم جلوگیری میکنه از اینکه من بتونم به راحتی چربی سوزی بکنم. اوکی، تجمع سموم دو مرتبه تیروئید من رو که 100% روی کاهش وزنم یا اضافه وزنم چیز داره بهش کمک میکنه که تنظیم بشه. پس بنابراین تمام این قضیه هستش. اگر که من بیام خیلی سریع کار بکنم روی این قضیه که فرضاً به خودم بگم 2 یا 3 روز در هفته، حتی 2 روز شده در هفته، من فقط خامخاری میکنم و فقط سبزی و سالاد و جوانه میخورم، پروسس شما 10 برابر بیشتر میشه. اوکی، پس این از این قضیه. این پس ناحیه‌ای بدن کار نمی‌کنه. شما نمیتونین بیان به بدنتون بگین الان من 100 بار بایسپمو استفاده می‌کنم و بدن بگه اوه چون داری 100 بار بایسپتو کار می‌کنی پس من میام چربی رو از توی با اینجوری بدن ما کار نمی‌کنه. بدن هر جایی رو که اول چربیشو جمع کرده اون آخرین جاییه که چون سفت‌تر و قدیمی‌تر شده اون آخرین جاییه که میخواد اون چربی رو رها بکنه. اما دو مرتبه این هیچ بهانه نه قرار نیستش که بشه، به خاطر اینکه همونطوری که گفتم اگر روی رژیم غذایی من بریم پاکسازی رو انجام بدین با دیویدی های من ورزش بکنین اون مشکل بلا فاصله برطرف میشه. اوکی، و همینطور مسئله تمرکز در دورانی که من ورزش میکنم و مسئله بعدی این هستش که من خودم رو چطور میبینم، چون گفتیم که قدرت ذهنی ما فوق‌العاده هستش و همونطوری که دیگه همه شما خوندین کتاب ناپولیون که گفتش که اون چیزی که ذهن انسان بتونه تصور بکنه و فکر بکنه توی زندگی اون شخص نشون داده میشه. پس دوباره اینجا تکرار میکنم، اگر که شما بیان بایوگرافی تمام افراد موفق دنیا رو بخونین میبینین که افراد موفق دنیا نه باهوشتر بودن، نه نسسرلی آیکیوی بالاتری داشتن، نه حتی تحصیل کرده بودن، هیچ کدوم از اینا نبودن. تنها چیزی که افراد که موفق شدن در زندگیشون داشتن 1 تصویر رو کاملا دیدن، میدونستن که دقیقاً کجا دارن میرن، هدف کجاست، مهم نبود که چند بار زمین خوردن، بلا فاصله بلند شدن و اصلا مهم نبود که آیا این قضیه کار کرد یا نکرد، چون هر چیزی که از دید افراد قوی هر زمانی که من شکست میخورم، هر زمانی که یک اختراعی میکنم، یک کاری میکنم و اون کار نمیکنه، فقط و فقط به من یاد میده که این کار نکرد، حالا 99 راه دیگه هست که اونها کار میکنن، پس یکی دیگر رو انجام میده. پس مایوس نشدن بلا فاصله بعد از اینکه زمین خوردن بلند شدن به این قضیه کمک میکنه. اوکی دوستان، وقت برنامه هم تموم شد. مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین و اینکه من شماها رو دوشنبه دیگه ساعت 8 صبح به وقت لس آنجلس خواهم دید. با آرزوی عشق و بهترین ها. I love you.